بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 21 ماه آگست سال 2019 میلادی و برابر با 30 مرداد 1398. بگید، بنویسید ببینیم شما کجای دنیا هستید، در اون شهر و دیار شما چه خبره. امروز اگر میبینید این نمیدونم تو ایران به بنر چی میگن، مشکی هست، این عزا گرفته به خاطر اینکه شماها حمایت نکردید از تلویزیون مردم. ولی دروغ چرا؟ اولا همین پیرنی که میبینید تن منه با این کراوات بسیار زیبا، یکی از دوستان لطف کرده برای ما فرستاده و مبلغ قابل توجهی هم در جوف میگفتن، یعنی پیوست در جوفش گذاشتن. ما از این بابت ممنون و متشکریم و امیدواریم که دوستان دیگه هم، البته فکر کنم ایشون وقتی منو دید من خیلی وضع لباس و این هم کساده، به فکر افتاد که یک به اصطلاح کراوات زیبا، خیلی قشنگ این کراوات، حالا رنگ آبیش تو اون پیدا نیست، سفید و سیاه و گلهاش اینجا آبی، خیلی قشنگی، در صورت پیرنم که آبی و خیلی ممنون. وقتی داشتم اینو میپوشیدم، خب دیدید که پیرن وقتی نوه یه سری چروک داره، ولی همون موقع فکر کردم که ببین چروک طبیعی با چروکای زندگی خیلی فرق میکنه. شما یه پیرنی رو وقتی میپوشی بعدن میشوری، اگه اوتو نکنیم، اون چروکی که داره با این چروک فرق میکنه. این سیاه رو گفتم که اینجا هست، بذارید من بنویسم ببینم چی میگه. background is dark، عمدن این کارش کردم، میگم که امروز همه ماتم گرفتن، بک‌گراند ماتم گرفته، استودیو تعطیل. آقا این مجاهدین چنان آمدند و آخوندار ترسوندن. یه دوستی نوشت آقا این ارتش آزادی بخش نیست، ارتش آزادی پشمه. گفتم یعنی چی؟ گفت به خانم‌ها گفتن که هرچی دلتون میخواد مو بذارین و پشم داشته باشین، نه مگر موقعی که قبول آقای مریم مسعود رجوی بشید، اون موقع خانم مریم رجوی میاد و ترتمیزتون میکنه. در صورت اون پشت سیاه و اینجا اینجوری خیلی ناراحت نباشید. یا میخوایی براتون عوض کنم؟ ببینید دوره صاحب از زمانه، با یک کلیک ماوس شما میری از اینجا دیوار سیاه به استدیوی 1 میلیون دلاری، اونم میلیون دلاری که آخوندا دادن، که ما هم صد راه رضا پهلوی بشیم، هم صد راه مریم حرزه و مسعود قائب. و اما ببینم که چی میخواستم براتون بگم. میخواستم بگم که اینجا بنویسیم، حالا ما مینویسیم، بالاخره گفت که آردار یا دانا با یک اشاره، بی آر با یک مناره، حالیشون نمیشه. اینجا ما مینویسیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیاز دارد. و بازم تشکر میکنیم از اون دوستمون. اینجا میشه افکت 5. اینجا باز مینویسیم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، برای اونایی که ممکنه همین بار اول باشه که تماس میگیرن، یعنی میبینن برنامه رو، فوری میان قضاوت میکنن و زنگ میزنن، اینها بدونن که اونها هم میتونن بیان اینجا صحبت کنن. و این تنها تلویزیونه که کرد، ترک، مسلمان، بهائی، کلیمی، مسیحی، با دین، بی دین، مجاهد، نمیدونم حزب کمونیست کارگری، شاه اللهی، همه توش برنامه داشتن به استناد فیلم هایی که روی یوتیوب هست. برید توی یوتیوب نگاه کنید و ببینید چه چیزی اونجا میبینید. خیلی ممنون آقای مرداد عزیز، این هنرمند خوبمون از کشور زیبای آلمان، میگه که سلام عرض میکنم آقای سوربی. خیلی ممنون عزیز دلم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حمایت، حمایت، مرسی. خب ببینیم که دوستان چه خبره. ما روز گذشته پیام یک خانم نادان، میدونید که من خیلی طرفدار خانم ها هستم، چون میگم همیشه اینا عقلشون از ما مردا بهتر کار کرده و اگر یک زمانی خانم ها مسئول دنیا بشن، ممکنه ما دیگه این جنگ و کشتار و اینها رو نداشته باشیم. بذارید ببینم که چی میشه. اوکی، برای این بنویسم آم آن ایر. بله، ما یه دکتره
خوبی داشتیم سالهای سال و متاسفانه ایشون میخواد فقط اونایی رو که ممبر هستن یعنی عضو میشن قبول کنه. ما خب از طرفی اینقدر پول بیمه گرون میدیم، بعد از طرفی بخوایم سالی 2500 دلار هم بدیم برای دکتر و اینها، به نظر من چیز نیست، چی میگن، عادلانه نیست. و فکر کنم ایشون یه سری از مشتریاشو یا یه سری از مریضا رو از دست میده. حالا ما نمیدونیم، ما مریضیم که مثلا سال یه بار میریم چکاپ یا فیزیکال اگزم، اینجا میگم چون یه جایی بود میگفتیم مریض، گفت نگید مریض، اینا کلاینت شما هستن. کلاینت یعنی ارباب رجوع، و این کلمه ارباب رجوع خیلی خوبه اگر توی ایران راش بندازن که آقا اون اربابه و تو که نشستی پشت میز نوکر اون هستی، تو باید به اون خدمت کنی. اتفاقا یه فیلمی در همین رابطه هست و یادش بخیر آقای مهدی مدرس، همون اوائل انقلاب ایشون شد رئیس آموزش پرورش شیراز و گفت دیدم نیم ساعت قبل از ظهر این آقایون شلواراشون رو در میارن با تنبون یا زیر شلواری تو راه رو رد میشن که برن دست نماز بگیرن و بیان نماز بخونن. بعدم نماز و نهار ظهر که حالا مثلا میدونید وقتا آموزش پرورش اینجوری بود که از 9 صبح شروع میکردن، دو تعطیل میشد. حالا تو این وسط هم شما یه ساعت نمیشه بدزدی و بیای میخوای بری عبادت کنی و نماز بخونی. ایشون همه رو جمع کرده بود، بهشون گفته بود که ببینید، من نمیخوام بگم از همتون با مذهب ترم، با دین ترم، حتی من زمان شاه هم به اصطلاح دین و ایمان خودم رو داشتم و فلان اینها، ولی میخوام یه جمله رو به شما بگم، عبادت به جز خدمت خلق نیست. که دنبالش هم هون که به عمامه و نمیدونم تسبیح و دلق نیست و اینها بمانه. و ایشون نتونست اونجا دوام بیاره و آموزش پرورش رو با اون سابقه کار و اینها ول کرد و رفت کودکستان باز کرد. من چون یه نسبت فامیلی با ایشون دارم و اینها، وقتی که دیدمشون همیشه از ایشون یاد میگرفتم، پرسیدم که شما با این سواد و اینها چرا رفتی کودکستان باز کردی؟ گفت شما وقتی میخوای یه جایی رو آباد کنی میری نهال درخت میخری میاری میزنی تو زمین، اون زمینی که درخت هست دیگه احتیاج به من نداره، این درخت رو یه نفر دیگه کاشته و من درخت بلند و بزرگو که نمیتونم اونجوری که خودمون میخوایم و درسته تربیتش کنم، من یک نهال احتیاج دارم و این کودکستان اینها نهالهای ایرانن که فردا میشن درختان تنومند. یادش بخیر، برید اسمش رو بنویسید، مهدی مدرسی در شیراز، و ببینید که این به اصطلاح خانواده چقدر هم دانشمند بودن هم خدمت کردن به ایران، به شیراز. اینم از این. و اما این ویدیو رو تا یادم هست بهتون نشون بدم که خیلی جالبه، گه گداری یه به اصطلاح ویدیویی از خود این آخوند ماخوندان میاد بیرون که حرف درست میزنن. این یکیشه، فکر کنم این آقا باشه، اجازه بدین. بله این آقا رو من قبلا هم دیدم تو ویدیوهای دیگه، البته بعضی وقتا هم استاد رحیم پور از قدی یا چیزی اینجوری اسمش، بذارید من از اولش براتون بذارم که اینجا ما سانسور نکرده باشیم و ببینید این آقا رو، ببینید چی میگه و آیا شما قبول دارید یا قبول ندارید. و توجه کنید به این پلاستیک روی صندلی ها که تو ایران من یادمه طرف ماشین نو که میخرید میرفت بلا فاصله تودوزیش میکرد، که ما میگفتیم خب بذار این روکش و این تودوزی نو از بین بره، خراب بشه، بعدن تو برو، تو که الان میری اینو تودوزی میکنی این هم خودش و زیریش خراب میشه دوباره. درصد اینجوری بود. الان نگاه کنید اینا صندلی های نو که میخرن روش این پلاستیک رو میندازن که صندلی خراب نشه. ولی گوش کنید ببینید صحبت های این آقا چی هست و میتونید نظرتون رو هم در فیسبوک مرقوم کنید، هم در شماره تلفنی که میذاریم در حین برنامه 202-695-2573، هم به صورت تکست هم به صورت پیام بذارید. خیلی از دوستان، حالا برمیگردیم باز به اون برنامه که درباره اون نادانی که اسمش هم خانم اعظمه، حالا دیگه فامیلیشو نمیگم که از عطاری متاری اینها میاد و
اینا فکر میکنن که اینجا هم مثل عراق بی در و پیکره، بی قانونه و هر غلطی دلشون میخواد میکنن میتونن انجام بدن. بگذاریم این صحبت رو گوش کنیم و بعدا برمیگردیم در مورد اون زنکه نادان مجاهد صحبت میکنم. مدیریت اسلامی غیر جهادی اینجوریه، طرف ریش داره، انگشتر عقیق داره، گردش هم اینجوری میبنده، یه تسبیح هم دستشه. بعد طرف آمده مرد میگه آقا آزنه، آقا پدر ما رو در آوردن، اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستشه. سبحان الله. بله بفرم، شما بفرمایید. خاک برو سرت مردی که سبحان الله، تو شب تو خونت برو بگو اینجا جای سبحان الله گفتن، اینجا باید بلند شی به من بگی بله آقا کار چیه. ما یک بار ندیدیم امام جلوی مردم تسبیح دستش بگیره سبحان الله سبحان الله، شما سبحان الله سبحان الله جلوی مردم بلند، اون وقت کار یک اهل بیت قلابی درست کردیم برای خودمون، تشیع رو خلاصه کردن در عزاداری و زیارت و یک تشیع قلابی ساختن، اصلا با حرفای ائمه کاری ندارن. روزه بخون، چراغونی کن. خب حالا درباره همین تشیع اینها هم یک آخوند دیگه‌ای که اون وقتا این یه دفعه گل کرد، این آمد و بین جوونا فکرم دانشمند اسمش و خیلی طرفدار پیدا کرد، ولی اینم بعد از چند تا حرف خوب یه دفعه دیدیم حرفای احمقانه و اون ذات اصلیش آمد بیرون و گفت تمام سنی ها نمیدونم حلال زاده نیستن، حرام زاده هستن، یه چیز اینجوری. اونم بهتون نشون میدم که چی گفت. اینه این آغاز، چون حالا در رابطه با همینه که اینا شیعه رو چجوری، البته همین که میگه ما شیعه رو سوء استفاده میکنیم و اینها، نمیاد به شما بگه شیعه چی هست، اصل ماجرا شیعه، برداشت ایشون از اون شیعه درست چیه، تا شما نگاه کنی و بگی خب آقا این که همونه، این که همون اشکاله، اونی که سنیه از من و تو مسلمون تره، ولی ما شدیم کاسه از آش داغ‌تر و میایم به اینا میگیم نخه شما مسلمون نیستی، شما که فامیل پیغمبری مسلمون نیستی، ما مسلمونی. گوش کنید با هم این آقای دانشمند رو. میگفت حسن یک نقطه دارد، حسین سه نقطه دارد، فاطمه یک نقطه دارد، زینب پنج نقطه دارد. تم زفر ما، حالا مثلا زینب پنج نقطه داره که چی؟ احمد چی مثلا میخوای بگی؟ تو چرا گریه میکنی عربده میکشی؟ یه چیز بگم از عباس. خب بفرمون یا الله. عباس وقتی تو شکم مادرش حامله بود گایی ننش رو بلند میکرد میکنی. این مزخرفات کجا نوشته شده؟ تو به چه حقی آبروی شیعه رو میبری؟ تو چه کاره دینی این مزخرفات رو بگی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ تو یه جوان چرا عربده میکشی؟ تو این مزخرفات و حالا چرت بی سواد به نام مذهب، به نام هیئت، به نام حسین هر غلطی دلش رو میخواد بکنن و تو میشینی باش عربده میکشی؟ کجا یه هر بار زدن؟ زدنش کجا؟ تقصیر شما من، تقصیر شما سینه زن است. شما رو میدید به من که هر غلطی دلم میخواد بکنم و هر چی به ذهنم میرسه بگم. شما مقصر، شما سینه زن ها مقصر. و به امام حسین سید الشهدا روز قیامت جلوتو رو میگیره که چرا بای این مدح سینه زدی. خب حالا خود اینم باز یک گافی داد به قمپوزی در کرد که امام حسین جلوتونو میگیره. مردک تو از کجا میدونی؟ یک. دو، این همون آقاییه که راجع به عرق خوری ایرانی ها توضیح میداد و خیلی سر و صدا به پا کرد که آقا در جمهوری اسلامی شما اینجوری از عرق خوری صحبت میکنی، پس نشون میده که هر روز دیدی و هر روز هستی در جمعشون اینها. بعد برید حالا اسمشو توی گوگل تایپ کنید و ببینید چه خبر. و اما برنامه روز دوشنبه وقتی که ما آمدیم پیام اون زنکه نادان رو گذاشتیم، خیلی از دوستان آمدند و به به و چه چه که آقا دلم خنک شد، اینجوری شد، اونجوری شد. شما میگین خنک، ما میگیم خنک.
و این چند تا از دوستا ایراد گرفتن که آقای سوربی شما باید با این ملایم‌تر رفتار میکردین و بیشتر نگهش میداشتین که ما بیشتر ذات پلید اینا رو بشناسیم. زنیکه دروغگویی که در عرض 2-3 دقیقه میگه من هیچ وقت نه شما رو میشناسم نه شادانلو رو، فقط یه برنامه از شما اونم دور از چشم و نظر مجاهدین نگاه کردم، بعد میگه ما شما رو میشناسیم که شما میرید ایران سفر میکنید، شادانلو که هر روز ایرانه و الی آخر. یعنی ببینید دوستان چجوری اینا مغزشون رو شستشو دادن که حتی حرفای خودشون نمیتونن گوش کنن. ولی خب ممنونم. یکی از اونایی که به من گفت که شما باید بهتر با ایشون صحبت میکردید مینا خانم بود و شاید شما درست میگید، ولی چون میدونم مینا خانم خیلی حیوانا رو دوست داره. ببینید مینا خانم شما خیلی حیوانا رو دوست داری، ولی اگه یه حیوانی که تو خونت هم هست اصلا با شما بوده، شما بزرگش کردی، یه دفعه وحشی میشه حمله میکنه به بچه شما، حمله میکنه به نوه شما، قولت میدم شما حتی به حیوان خودت حمله میکنی. اینا شدن یه سری حیوانای درنده‌ای که اون شعری که میگه ترحم بر پلنگ تیز دندان یا ترحم بر پلنگ تیز دندان یه چیزی که یعنی ظلمیه در حق گوسفندان. البته اینا گوسفندن خودشون، ولی اونجوری هم دیگه ما نمیتونیم. ما هم آدم هستیم، انسان هستیم، رگ داریم، گوش داریم، پی داریم، استخون داریم و نمیتونیم. ولی یکی از دوستان من که همیشه راهنمایی کرد و من ممنونم از ایشون، یک ویدیویی رو فرستاد که آقایی توی انگلستان داره مصاحبه میکنه و اون خانم مصاحبه‌گر داره از صحبتای ایشون سوء استفاده میکنه. ایشون به من گفت این ویدیو رو نگاه کن، فکر کنم 11 12 دقیقه بود. نگاه کردم و دیدم که چقدر آدم یاد میگیره که با اینا وقتی شما صحبت میکنین هرچی شما خونسردی تو حفظ کنی و سعی کنی که منطقی باشی، اونا رو زودتر میتونی شکست بدی و اونا بیشتر عصبانی میشن از اون خونسردی شما، چون نشون میده که شما کنترل داری. ولی خب بازم برمیگردیم که این احتیاج به تمرین داره، یعنی ما باید بیشتر با این احمقا سر کله بزنیم تا یادتونه میگفت که اینجا میگن practice make it perfect، یعنی تمرین بهتر و بهترش میکنه. تو ایران میگو کار نیکو کردن از پر کردن است در رابطه با بهرام گور و اون کنیزک و اینها. در هر صورت دعوت میکنیم از احمقای مثل این بانو احمقای مثل این زنیکه بیان و پیام بذارن و ما هم در برنامه آینده به اصطلاح با تسلط با منطق بهشون نظر خودمون رو بگیم و جوابشون رو بدیم. دوستانی که هی میگین که چرا آقای شهرام ایران بومی نمیان، ایشون به شدت درگیر کارها هستن و اون جنبش ایرمان هم که درست کردن به اصطلاح اونو دارن پیگیری میکنن. امیدوارم بعد از به اصطلاح چهارشنبه 28 بتونیم ایشون رو داشته باشیم. از امروز که 21 یادتون باشه من چهارشنبه 28 برنامه ندارم و اینجا نخواهم بود. بعد هی پیام ندید آقا خدا به خیر بگذرونه سالمی ناسالمی. آقا خانم روزی که ما اینجا نشستیم شما احوالمون نمیپرسی سالمی ناسالمی، پول داری پول نداری، دوتا پیرن برامون نمیفرستی، دوتا کراوات برامون نمیفرستی. بازم ممنون از این دوستی که این پیرن و کراوات و یه سری لباسای دیگه و از همه مهمتر اون حمایت به اصطلاح تلویزیون مردم رو ارسال کردن. خیلی ممنون، لطف کردید و امیدوارم دوستان دیگه هم این کار رو انجام بدهن. و اما دوستون آقای پرویزم از پایتخت ایران، میدونید که یه زمانی فیروزآباد پایتخت پرژیا بوده و ایشون هم خیلی میدونه، در کار هنر و اینها هم بوده، با هنرمندا داستانهای زیاد داره. ولی خب همه گرفتارن آقا، تو آمریکا همه دنبال پولن. جالب اینه که هممونم به همدیگه میگیم عمری کار. آقا شما میتونی تصمیم بگیری یه عمر کار نکنی، تصمیم بگیری یه اندازه که کار کردی بگی آقا من دارم دیگه بستمه. بچه هم اومدن کشورهای آزاد، اونا هم میتونن در بیارن. ولی متاسفانه اینجا یه چیزی هست بهش میگن keep up with Joneses. کسی میدونه keep up with Joneses رو به فارسی چی ترجمه کنیم؟ این سعید کاوسی انگلیسی از من بهتره.
نمیدونم چشمم چشمی، چشمم درست میگن چشم هم چشمی یا چشمم چشمی، یعنی همسایه من الان رفته مثلا ماشین نو خریده، من باید برم ماشین نوتر از اون بخرم. توی آمریکایی‌ها میگن keep up with Joneses، یعنی فامیلی جونز، مثلا پسرش اگر رفت فلان دانشگاه تا پسرت بفرست از اون دانشگاه بهتر بالاتر. بله میگه برنامه ریزی بلد نیست مثل بقیه عقب افتادا، بفرستش من بهش یاد بدم. منظورت کیه؟ آقای کابوسی اسمشو بنویس، من وقتی صحبت میکنم یادم میره، یعنی دو سه دقیقه بعدی برمیگردم یادم میره کجا باشیم. دنباله اون برنامه ها چند نفر گفتن آقا این دوستانی رو که بلاک کردی آزاد کن، از زندان بلاک بیار بیرون. گفتیم چشم، بذاری یه دو هفته بگذره اینا تایم آوت باشن و حتما این کار رو میکنیم. البته اون وقتا بود دوره شاه عفو میدادن، عفو عمومی که نه، عفو به بعضی از زندانی ها. حتی یه چند بارم فکر کنم این جمهوری آخوندی و اسلامی این کار کرده بود و زندانیان رو آزاد میکرد که به اصطلاح حالا یا برای ایام عید و اینها. و ما هم سعی میکنیم اولین عید ایرانی که اومد این دوستان رو آزاد کنیم، از اون پرویز بابایان گرفته تا آقای فرخ تا دیگران، و اون وقت اونا هر کدومشون بهشون برخورده بود میتونن انفرند کنن و واک اوی، یعنی برن راهشون رو و کاری به کار ما نداشته باشن. و اما براتون یه چیزای دیگه گذاشتم، بذارید بخونم و با هم نشون بدیم ببینیم کی هست، چی هست، کجا هست. دوستان صدا خوبه؟ بده. اگه صدا خوبه بیاین سرمایه گذاری کنیم بریم خواننده بشیم، و اگرم صدا بده خب شما بیان حرف بزنید اگه صدای شما بهتره. و اما تاریخ درسته، اینا همه درسته، چهارشنبه 30 مرداد. بریم سراغ حوسی ها. این حوسی ها اینا مثل یه قبیله هستن در یمن، و یمن میدونید که جنگ نیابتی، پراکسی وار، جنگ نیابتی هست بین عربستان سعودی و بین ایران، و این بدبخت یمنی ها شدن گوشت جلوی توپ و اسلحه. و امروز خوندم، حالا برای شما میارم نشون میدم، که گویا کشورهای عربی دیگه دارن وساطت میکنن که ایران و عربستان سعودی با هم صحبت کنن، یا شاید عربستان سعودی دیده آقا این ترامپ اینقدر نادان و احمقه و امیدی نیست. میدونید ترامپ همین دو سه روز پیش وزیر امور خارجش گفت ما اصلا به دنبال تعویض رژیم نیستیم، رژیم خودش رو اصلاح کنه، مردم برن به اصطلاح مجبور کنن رژیم رو خودش اصلاح کنه. یعنی شما اگه فردا دیدی یه آقایی با قیچی و با تیغ و با تیغ صورت تراشی تو خیابونه، این مردم بیچاره دنبال این هستن که برن آخونده رو اصلاح کنن. راستی شما میدونید از چه زمانی ریش تراشیدن و اینها شروع شده و این تیغ ژیلت سابقه شو میدونید؟ برید بخونید ببینید که تیغ ژیلت مثل که بیشتر از 100 ساله آمده و اینها، و از اون زمان بوده که مردم تو خونه یا مردا تو خونه ریششون رو میزنن. قبلا همه میرفتن بیرون چون کمتر کسی بوده که بلد باشه با این تیغایی که اینجوری مثل چاقو باز میشه کار کنه. خب و اما حوثی ها یک پهباد آمریکایی را سرنگون کردن. این پهباد همین هواپیماهای بی سرنشینه، حالا هر چیزی که تو هواپیما باشه، تو هوا باشه شما بتونی بگی هواپیما، و اینه. این اخبارم مال بی بی سی هست. امروز راجع به بی بی سی هم یه مقاله‌ای دارم براتون میخونم، و اون را هم دوستی فرستاده بود گفته بود که به این آقای فرزاد نیساری بگو آقا شما دانسته یا ندانسته افتادی در چاله‌ای که بی بی سی حفر کرده. حفر کرده یعنی کندن دیگه. حوثی ها یک 2 ساعت پیش اینو فرستادن. حوثی ها یک پهباد آمریکایی را سرنگون کرده. منابع آمریکایی و یمنی میگویند نیروی حوثی یک پهباد تهاجمی آمریکا را در نزدیکی صنعا پایتخت یمن سرنگون کردند. 2 مقام آمریکایی به شرط فاش نشدن هویتشان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تایید کردند که یک پهباد تهاجمی مدل MQ-9 روز چهارشنبه سرنگون شده است. پیشتر
یک سخنگوی نیروهای حوثی از سرنگونی پهپاد آمریکایی خبر داده بود. در عین حال سخنگوی فرمانده مرکز آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای گفته است گزارش‌ها درباره این رویداد تحت بررسی قرار دارد. دیگه بعدم دو سه تا سرتیتر داره: حوثی‌ها کی هستند، جنگ یمن از چهار زاویه، کی با کی و چرا می‌جنگند، حمله پهپادی حوثی‌ها به میدان نفتی اینجا نشته شیبه در عربستان. و سنتکام در بیانیه‌اش گفته: ما به صراحت گفته‌ایم که اقدامات تحریک‌آمیز ایران و حمایتش از شبه نظامیان و عواملش چون حوثی‌ها تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و شرکای ما محسوب می شود. چند ماه پیش نیروهای ایرانی یک پهپاد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کردند. سخنگوی نیروهای حوثی گفته موشکی که برای سرنگونی پهپاد آمریکایی استفاده شده و به طور بومی و داخل یمن ساخته می شود. حالا اونم اونا چقدر دروغ میگن و بعدا معلوم بشه که این موشکم روش نوشته نمیدونم مید این ایران و اینها بماند. خب و بیایم برای شما نوشته ها و چیزایی رو که دوستان هم لطف میکنن میفرسن و من ازشون خواهش میکنم دوبار نفرستید قبل از اینکه به اصطلاح بلاکتون کنم. میگه exactly this is what the boxer do when a person is angry or emotional he cannot concentrate well any longer. میگه که این چیزی که شما میگی که آدم وقتی داره با یک کسی مناظره میکنه بحث میکنه و اینجاها باید keep calm و خودش رو خونسرد نگه داره، میگه حتی در مسابقات بوکس و اینها هم همین کارو میکنن و وقتی اون بوکسر عصبانی میشه اون یکی دیگه به اصطلاح میزنه پدرشو در میاره. ولی دیده بودید یکی از کارهایی که این محمد علی کلی میکرد، کاسیوس کلی میکرد، این بود که دستاشو مینداخت پایین و مسخره میکرد اونو، روی مغز و نرو و عصب اون به اصطلاح بازی میکرد. بعد مثل چیز هی پاهاشو اینجوری میکرد میپرید و مثل داشت میرقصید. یعنی طرف میگه این من به این ابهت اومدم داخل میدون، این منو گذاشته سر کار. اینم از این ماجرا. خب باز یه بار دیگه از دوستانی که مایل هستن ما سر کارشون بذاریم خواهش میکنیم زنگ بزنن، پیام بذارن، بدون تحقیق، بدون عقل، بدون منطق، هر مزخرفی رو که بهشون میخواد دهن کسیشون رو باز کنن و بگن و هر تهمتی رو میخوان به هر کسی بزنن، ما هم اینجا یه لیف و صابون میذاریم و درستشون میکنیم. و اما ترامپ شارلاتان بعد از اینکه بیش از دوازده هزار تا دروغ گفته تا امروز، دیروز یه حرفی زد که دوستان کلیمی رو هم یه کمی قلقلک داد. ببینید این نابکار، این شارلاتان وقتی آمد اون سفارت به اصطلاح اسرائیل رو تغییر داد و دوباره باعث یه تنشی شد و بعدم بلندی های جولان رو گفت اصلا این مال اسرائیل، بدون اینکه سوریه و کشورهای دیگه اصلا یا بدون اینکه UN United Nation بتونه دخالتی کنه، و اون یهودیام از خدا خواسته آمدن یه تپه رو گذاشتن به اسم این دیوانه. ولی میگن این از همون موقع به این فکر بوده که حمایت کلیمیا و یهودیا و اینا رو داشته باشه، چون این خیلی یهودی ستیزه. اگه شما برین ویدیوهای قبل از 2015 و 2016 و اینا رو نگاه کنید، این خیلی یهودی ستیزه. این درست از همون افرادی هست که آمدن در ویرجینیا و تظاهرات کردن و فکر میکنن که خودشون تافته جدا بافته هستن، خیلی سفید هستن و میگفتن که ما شغلمون رو نمیذاریم، شغلهامون رو نمیذاریم کلیمیا بگیرن. درصد که از یکی سوال کنی احمق تو چیکاری هستی، همشون بیکارن. یکی از دلایل بیکاریش همین که چند روز آمدن اونجا و اون خانم دختر بیچاره رو کشتند و حالا اون طرف احمق در زندان به سر میبره. و اما اجازه بدید تا من به دوستان بگم که بله اگر لطف کنن برنامه ما رو با دوستان دیگه شیر کنن ممنون میشیم. و خیلی خوشحالم امروز بها عبری هم اینجا، بها یه چیزی رو خوندم خیلی جالب بود ولی الان یادم نیست، چون عکس تو عوض کرده بودی اول نشناختم. و ببینید این فیسبوک اصلا خود عکس اون یه سمبولی است که شما طرف رو میشناسی،
یکی میاد عکس هندونه میذاره، یکی میاد عکس الاغ میذاره، یکی میاد عکس شیر میذاره، فلان اینا، این یه کمی انیوژوال و نامربوط میشه. در صورت اون روز دیدم یه نوشته ای از شما خیلی جالب بود، الان نمیتونم یادم نمیاد که چی بود، ولی بعد دیدم میخواستم یه چی بنویسم، بعد دیدم بها اپری هست، گفتم ولش کن، من ترسپکت شما رو میدونم. ترامپ یهودیانی را که به حزب دموکرات رأی میدهند به عدم وفاداری متهم کرد. این مردک دیوانه که به همه توهین میکنه و به همه تا حالا یه جوری زخم زده، حالا چه زخم عملی چه زخم مالی و فلان اینها، این همیشه فکر میکنه خدا، پیر، پیغمبر، زمین، زمان بهش ظلم کردن. اینجا بهش میگن crying baby، یعنی بچه‌هایی که گریه میکنن بعضی وقتا بدون دلیل. مثلا دو تا اسباب بازی دستش، میخواد اینو بزنه به این، جفت نمیشه، گریه میکنه. اینم همینجوری. اینا whining هم میگن، اینا که گریه میکنن اینجوری نق نق میکنن، whining هم بهشون میگن. خب این از این. حالا ببینیم چی نوشته. نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور شارلاتان آمریکا گفته است یهودیان آمریکا که به حزب دموکرات رأی میدهند یا ناآگاه هستند یا فاقد وفاداری. حالا خود این قبلا جزء حزب دموکرات بوده، خود این قبلا به هیلری کلینتون، به بیل کلینتون، به خیلی های دیگه که دموکرات بودن به اصطلاح پول داد و کمک کرد، و این بار هم چون میدونست که اگر داخل دموکرات ها بیاد شانسی نداره با افرادی مثل ترامپ، مثل کلینتون، مثل هیلری کلینتون، مثل اون سندرز، اینا شانسی نداره، رفت خودشو انداخت توی ریپابلیکن ها. ریپابلیکن ها هم اینو دست کم گرفتن، دیدید که چجوری 16-17 نفر رو اونجا با مسخره کردن، با دروغ گفتن، با تهمت بیجا زدن از میدون به در کرد و خود شارلاتانش آمد جلو. امروز صبح یکی میگه آقای صبحی این خیلی باهوشه، گفتم آقا کی گفته باهوش نیست؟ همیشه شارلاتانا، دزدها، کانمنا، اینا یکی دو قدم از حتی دانشمندا جلوترن. شما نگاه کن این کردیت کارت، این دستگاه های بانکی، اینا رو چقدر پول میدن، چقدر افراد تحصیل کرده رو میارن میذارن که آقا اینجوری بشه اونجوری بشه. یه دفعه میبینی یکی از این شارلاتان ها یه گوشه ایش شروع میکنه به سوء استفاده و اینا باید دوباره همه اون برنامه ها رو از نو شروع کنن. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا با انتقادهای شدیدی مواجه شده و منتقدان گفتن آقای ترامپ از استعاره‌ای ضد یهود استفاده کرده که یهودیان را به داشتن وفاداری مضاعف و دو جانبه متهم میکنند. خب اینا همه ما میدونیم، دوستان یهودی، دوستان کلیمی، دوستان جویش یا دوستان جود خودمون به قول شیرازی ها، اینا همیشه، و این روش تو آمریکا هست که همیشه دو طرف رو چیز میکنن که اگه این برنده شد با این باشن، اگه اون برنده شد با اون باشن. شما اگر دو تا نماینده باشه به این $100 بدی، به اونم $100 بدی، وقتی برنده شد اون یکی نمیبری نشون بدی که من $100 به اون یکی دادم، کاغذ $100 رو میبری میگه آقا من به تو $100 دادم، حالا اومدم اینجا میخوام اینجا مغازه باز کنم و چنین و چنا. خب میگه که طبق این استعاره یهودیان به اسرائیل بیش از کشور خود وفاداری دارند. طبق نظرسنجی اکثریت یهودیان آمریکا به حزب دموکرات رأی می‌دهند. شورای یهودیان دموکراتیک آمریکا در بیانیه‌ای گفته است آقای ترامپ برای منافع سیاسی در حال سیاسی کردن یهود ستیزی است. آقای ترامپ از چندی پیش به شماره از نمایندگان زن کنگره آمریکا حمله کرد و دو تن از آنها را به یهود ستیزی متهم کرد. او بارها از ایلهان عمر و رشیده طالب، دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا، انتقاد کرده است. اینم از این. خب ببینیم که دیگه براتون چی داریم. و امروز هم ما میگم یکی از برنامه ها این بود که من امیدوار بودم با آقای شهرام ایران بومی باشم و ایشون متاسفانه نمیتونن با ما باشن، تا اینکه ببینیم هفته دیگه با دوستان باشیم. و اما میگه US blame Iran after drone is down in Yemen. میگه آمریکا ایران رو سرزنش میکنه برای اینکه
هواپیماشون یا این هواپیمای بدون سرنشین در یمن افتاده. آقا اینا قرار نیست که نیفتن، بالاخره حالا میفته، یا با تیرکمون میفته یا با موشک میفته یا خودشون اشتباه میکنن و الی آخر باتریش تموم میشه. و نگران نباشید، شما میسازید انقدر که برسه. میگه که این مقاله رو خانم باربارا استار، اونایی که میدونن اینجا تو پنتاگون، ایشون خبرنگار سی ان ان هست که تو پنتاگون، و آقای زکری، این همون زکریای رازی خودمون اسمش، زکری کوهن، کوهن هم که میدونید هم کاهنای یا کوهنیمای کلیمیای خودمون هستن. بمانه اون کاهن هم میدونید که تو معبدها یک کسی بوده کاهن و اینها، حالا این کوهن و اینها از همون فامیل میاد. در هر صورت اینا امروز چهارشنبه 21 گزارش میدن که آمریکا گفته این به اصطلاح سرنگونی پهباد آمریکایی در یمن تقصیر ایران هست. حالا این مقاله انگلیسی هست، چجوری اینا فکر میکنن، و از طرفی خود اینها میگن ایران قدرتش کم شده، خود اینها میگن ISIS از بین رفته، که دیروز باز توی تلویزیون میگفت ISIS داره قوی میشه، و از بس این دروغ میگه ترامپ شارلاتان، آدم نمیدونه کجا به کجا هست. بله خب اجازه بدید من این آقای حسین دولت رو هم چیز کنم، بلاک کنم، چون اینجا عزیز من شما نمیتونی بیای و الکی شعار بدی، مثل اینکه تو مجلس سلطنت طلبا یکی بیاد بگه مرگ بر رضا شاه. خب همون جوری که اون همونقدر بده، منم اینجا یک وقتی گذاشتم آمدیم، و اینم البته اجازه بدین اسم ایشون هم نشون بدیم، یه تبلیغی بشه که دوستانی هم که طرفدار شاه و پادشاه و بچه شاه و زن شاه و سگ شاه هستن برن با ایشون، و همونجوری که بارها گفتن ما رو به حال خود بذارن. آقای حسین دولت، و اینجا هم عکسی از فرح خانم گذاشته و چیز به اصطلاح این خانم طنازی بهش میگه خب احمق، ولی اون نگفته من میگم، آخه مرده که جاوید نمیشه. بماند اجازه بدید من اینا رو بلاک کنم تا لیست بلاکامون بیشتر بشه، تا وقتی آزاد میکنیم همه رو در اون عید به اصطلاح ایشون هم خوشحال بشه. اجازه بدید هم نوشته خانم طنازی رو پاک کنم، هم این شازده و شابازی ها رو اینجا من تعطیل کنم، و ای کاش این درود بر دوستان رو نگه میداریم، چاپیت شاه رو یکی بنویسه چاپیت شاه، اون رو نگه میداریم، چون حقیقت شاه ایران رو چاپید. و اتفاقا الان یک ویدیوی دارم که میگه چرا اینها در زمان شاه درست نشد. بله اینم این آقای دولت برو خوش باش. خب دوستان عزیز برمیگردیم به تلویزیون نقلی خودمون، و این روش سعیده که یاد من داد، گو آقا اگه یک کسی آشغاله، اگه یک کسی مزخرفه، اگه یک کسی یا خودش بومیده یا داشته تو خیابون میمده لباسش پاش خورده تو یه چیزی بومیده، خب اینو شما راه نده تو خونت. درست میگه، چرا من راهش میدم تو خونه بعدی میخوام بهش بگم تو بومیدی، یا میخوام به زور بفرستمش بره دوش بگیره؟ آقا این آدم بشو نیست، بندازش بیرون. اینم از این. خب اصلا درود بر دوستانش هم بذارید پاک کنیم راحت. چقدر خوبه، چقدر آدم راحته اینجوری. مرسی. حالا شما اسمشو سانسور میخوایم بذاریم، میذاریم سانسور، هر چیز دیگه میخوای بذاری بذار، مگه شما همین کارو نمیکنید؟ ما از شما یاد گرفتیم، ما خواستیم آزادمنش باشیم، دموکرات باشیم، دیدیم شما و حزب اللهیا و این مجاهد اللهیا آدم بشو نیستید. حالا هر چی هم مدرک گرفته باشی، دیپلم باشه باشی، دکترا داشته باشی، دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. وقتی شما آدم نیستید، ما که برنامه داریم، بله حیوانا رو هم خیلی دوست داریم، ولی نمیذاریم که هر حیوانی بیاد تو مهمونیمون. حیوان جای خودش، طویله، حیات، هر جایی که هست مهمون ما، دوستان اون آمدن اینجا، ما میخوام با مهمونامون گل بگیم و گل بشنویم. و اما دنباله گل گفتن و گل شنیدن، بریم سراغ این نوشته ها که چرا در زمان پهلوی این ساخته ها نبود.
خب عزیز من، اولا اون موقع قرن بیستم بود، بعد اجازه بدیم همون چیزایی رو که ساخته بودن همون موقع پوز میدادن که ما این چیزا رو داریم، و دیدیم موقعی که احتیاج شد هیچ کدوم از اونا کار نکرد، چون پشتش باید یه آدم با شهامتی بوده باشه که نبود، نه شاه شهامت داشت نه اونایی که افسر و تیمسار و سرهنگ و اینها بودن، و الی آخر مون یه سری وظیفه بیچاره مثل ما که با وجودی که نه حقوقی داشتیم نه چیزی، ولی چون مأمور به اصطلاح حکومت نظامی بودیم وایستاده بودیم و نمیدونستیم چه باید کرد، چون شاه نیروی ضد شورش هم نداشت، اینقدر نادان بود، کم سواد بود، فکر مثل این دیدی شارلاتان ترامپ فکر کنه همه دوستش دارن، اونم اینجوری بود. نگاه کنید حالا این ماشینی که ساختن، اولا اینا کپی این ماشینای همه، نگاه قیافش بکنید حتی قالبش همونه، حالا این ماشین هم ساختی، شما میگیم انجینش هم خودت ساختی، حالا میاد اینجا ببینید چه کار میکنه. از نمونه های قبلی خود یعنی سفیر و عرص یک متمایز کرده است. در عرص دو افزایش 30% توان موتور و 25% شعاع عملیاتی باعث ایجاد خودروی آماده برای انواع رزم زمینی شده است. این خودرو پس از سپری شدن تست‌های عملیاتی سخت آماده الحاق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بله، من برای این دوستم نوشتم که ای کاش اینا به جای این اسلحه و توپ و تفنگ، توپ و تفنگ مثل همون اول انقلاب که آمدن جهاد سازندگی رو راه انداختن و رفتن تو دهات. البته خب شما میدونید هیچ دهی در ایران نبود بدون آب و برق، بدون جاده، بدون بهداری، ولی این آخونده پدر سوخته ها رفتن اول خراب کردن، بعد اومدن یه جاده ای ساختن، یه آبی، یه منبع اینها، ولی همین احمقا هم بعد عوض شد سیستمشون، رفت رو چی. بعد این دوستم نوشته که نه اینجوری نگو، اگه اینا رفته بودن دنبال سازندگی و اینها، این اعرابی که عربایی که اون دور بر هستن با این آمریکا و انگلیس و اینها نمیذاشتن ایران جون بگیره و امروز جلو اینها وایسه. من نمیدونم واقعا اگه یک کسی خواست بره دنبال سازندگی مملکت خودش، این کشورهای دیگه انگولکش میکنن نمیذارن. اصلا نمونه هایی داریم که آقا نگاه کن این کشور سرش تو کار خودش بود، نیومد بگه ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم، نیومد بگه نیروهای ارتشی عراق بیاین از نمیدونم لشکر یزید بیرون و فلان اینها، سمی این که بابا اینا یه سریشون فرزندان یزیدن این اعراب. بعد بعض وقتا میخونیم که این یزید و معاویه و اینها هم آدم های خیلی بدی نبودن اینجوری که این دوستان شیعه میگن، و حقیقتا حضرت علی و امام حسین و اینها، حالا اگه تازه این داستان ها درست باشه، اینها یه جورای زور میگفتن، یه جورای زور میگفتن، حالا اگه اونا آمدن و پخپخشون کردن بمانه. ولی ایشون نوشته چرا در زمان پهلوی اینها ساخته نبود، این ساخته ها نبود. اولا پهلوی از خارج میخرید که بتونه کمیسیون بگیره، برید بخونید ارتش بود اون طوفانیان و این آقای شاه، برید ببینید ویدیوهای آقای احمدعلی مسعود انصاری که میگه من به شاه گفتم آقا شما در استخدام مردم هستید، مردم به شما حقوق میدن، مثل این که من یه نفر رو استخدام کنم ناظر خرید، بعد این ناظر خرید وقتی میره مثلا از فروشگاه بست بای چی بخره، بره بگه منیجر اینجا ببین این تلویزیونی که تو میدی $1000 بنویس $2000 اون $500 بالایش مال من و تو. این خیلی کار بدیه، کیک بک گرفتن، نمیدونم فی کامیشن گرفتن، اینها کامیشن همه جا غلط نیست، خیلی جا هم درسته. در اصل شاه این کار کرد. دومیش این بود که اصلا نمیخواست تو این فکرها باشه، اون فکر کرد که چنان آمریکا و کشورهای دیگه حمایتش میکنن، و چه مزخرفاتی گفت. برید وقتی وقت دارید برنامه این شاه رو ببینید، شاه نادانی که ما خبر نداشتیم، این همه چپ و راست دهنشو باز میکرده مصاحبه میکرده با این و اون، نباید مصاحبه کنید. الان این ترامپ ببینید یقشو گرفتن، یکی از اشکالای ترامپ هم همین دهن گنده و دهن گشادیشه، از نوشته های خودش، از گفته های خودش یقشو گرفتن و راه فرار نداره. شاه هم همین کار کرد، شاه نداشت یک کسی بیاد بهش بگه مردک بشین اونجا سلطنت کن بذار ما حرف بزنیم، فکر میکرد از همه بیشتر میفهمه چون سواد نداشت دیگه. خب دیوانگی مربوط به یک شخص و یک کشور نیست،
میگه اوضاع در این منطقه خیلی از ما تو ما شده. این دوستمونه که میگه ما حزب خران هستیم و من خودم رو خر میدونم و میگه اینجا خیلی خر تو خر شده. من این رو بهتون نشون میدم. اولا خیلی صفحه بزرگه، چون اندازه کامپیوترت میشه، هر چیزی باشه این میره میشه اندازه کامپیوترت، ادجست میشه فلان نام. ولی تیترش نوشته و این مال دو روز پیشه، آگست 19 نوشته که Today Saudi Arabia finally lost the war on Yemen. میگه امروز سعودی عربیا، عربستان سعودی، بالاخره جنگ رو در یمن باخت. البته جالبه که نمیگه جنگ رو به کی باخت. حالا مقاله رو اگه بخونید احتمالا توضیح داده، ولی من وقت نداشتم بخونم و ممنونم از این دوستمون که این خبرها رو برای ما میفرسه. و اما میدونید که یه دو سالی ملتی که از دست ترامپ شارلاتان ناراضی و از انتخابات غلط آمریکا چیز بودن، امیدشون به این آقای رابرت میلر بود و اینم آمد و دیدیم که نه خیر، اینم چیز نیست. حالا یه مقاله آمده بیرون که این آقای میلر و تیمشون میگه called in huge lie about Joseph Mifsud یا Mifsud and his identity as a Russian operative. میگه که این گزارشی که داده رابرت میلر یه جاهایش اشتباه و غلطه و اینها مچشون باز شده. حالا ببینیم که چی میشه. اینجا هم نوشته که The Party Pack. من هنوز این چیز رو اینجا ندیده بودم، این نوشته تی پارتی، ببخشید من خوندمش ده. تی پارتی رو میشناسم، بله میدونم، این همونی که اون آقای استیو بنر و اینها هم دوربرش هستن، این همونی که در باستون اینها هم معروف هستن. و میگه اینها، بخونید من یه بار دیگه براتون بذارم. Mueller team caught in huge lie about Joseph Mifsud and his identity. من این لینک رو هم روی فیسبوک میذارم برای دوستان فیسبوکی، اگه کسی روی یوتیوب و اینها اینا رو میخواد، ما تا یکی دو روز اینا رو نگه میداریم، یعنی تا برنامه آینده. برنامه آینده که اومد، این فایل یا فولدر یا پوشه پاک میشه. و اما این اون مقاله ایه که دوستی که فرستاد گفت آقا برای آقای نیساری اینو بفرست و بگو آقای نیساری شما و دوستانتون در این چاه یا چاله افتادید که بی بی سی حفر کرده، یا در حفره افتادید که بی بی سی حفر کرده. حالا ببینیم چیه. اینجا من براتون میخونم و این نوشتم از خبرگزاری تسنیمه. حالا خیلی جالبه که خبرگزاری تسنیم با بی بی سی اینجوری در بیفته و اینها، چون این تسنیمم مثل که روزنامه دولتی ایرانه یا طرفدارانه، نمیدونم والا این روزا اینقدر زیادن که آدم نمیتونه کیپ ترک کنه. میگه گزارش فروختن خزر، پروژه جدید بی بی سی در شمال پس از شکست انگلیس در جنوب. بی بی سی در حالی مسئله سهم 50% ایران و به رسمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمالی را مطرح می کند که شاهد تحریف تاریخی در مورد اول و تحریف حقوقی در مورد دوم هستیم. اینم میشه یه تاپیک بسیار خوب که دفعه دیگه آقای فرزاد نیساری اگه خواستن در این مورد صحبت کنند. به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری تسنیم، سالگرد تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی، یعنی دوستان یک سال قبل در ماه آگست این اتفاق افتاده. دوستان ما تا چند روز پیش، چند هفته پیش خواب بودن. وقتی بی بی سی آمده گفته اینا چیز است به اصطلاح را افتاد و پتیشن و اینها، و پتیشن رو گفتم بهتون تا چند روز پیش که من نگاه کردم 28 نفر 30 نفر امضا کرده بودن و 28 30 نفری که هر کسی میتونه از هر کامپیوتری بره امضا کنه، یعنی من میتونم اینجا امضا کنم، برم توی کتابخونه تایسنز امضا کنم، برم توی کتابخونه فیرفاکس امضا کنم، و این کار اصولی و درستی نبود. تازه گیرم که حالا میلیون ها نفر بیان اینو امضا کنن.
بعد شما می نویسید اعتراض رسمی. اعتراض رسمی یعنی چی؟ شکایت رسمی یعنی چی؟ بعدم تازه شکایت رسمی رو میبرید میدید به سفارت روسیه، دست شما در نکنه. خب آقا مهدی خلوتی هم از خلوت خود بیرون آمد و به ما پیوست، خیلی خوشحالم. ایشون هم خیلی اهل مطالعه و سرش تو خبرها و اینها هست. و ببینیم که چی نوشته. میگه که برای پرداخت مجدد رسانه به این موضوع فراهم آورد، در حالی که رسانه ها و مراکز علمی و تحلیلی به ارزیابی ابعاد تصویب این کنوانسیون و آینده تعاملات کشورها مشغولند. رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی که کار ویژه‌ای جز بر هم زدن بنیان های انسجام اجتماعی جوامع ندارند، با اهدافی مشخص و رویکردی حرفه‌ای در این موضوع نیز وارد شدند. برنامه صفحه 2 این شبکه تلویزیونی وابسته به دولت انگلستان هفته گذشته در برنامه تحت عنوان آیا ایران خزر را فروخته است، در این موضوع وارد شد یا ورود کرده و همچون گذشته سعی در القاء گزاره‌های ادراکی و مفهومی خود نموده است. دو کارشناس حاضر در این برنامه همچون گذشته یکی موافق و دیگری حالا اینجا نشته منتقد بود، اگه یکی موافق دومی باید مخالف باشه، یکی موافق و یکی مخالف بود و به نوعی یک مناظره محدود را در این زمینه ایجاد کردند. شاید هم میخواد بگه اون منتقد بود، مخالف نبود. خب نخستین موضوعی که توسط یکی از کارشناسان برنامه مذکور مطرح شد تکرار افسانه. ببینید میگه افسانه دوستان، یعنی هیچ وقت این داستان خزر حقیقت نداشته. باز میخونم، نخستین موضوعی که توسط یکی از کارشناسان برنامه مذکور مطرح شد تکرار افسانه سهم 50% ایران از خزر است. کارشناس مربوطه با تأکید بر این که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بر اساس معاهدات دو جانبه یک قسمت 10 مایلی برای دو کشور در نظر گرفته شده بود و الباقی دریا به صورت مشا، بعضی هم مشا هم میگن مشا، استفاده میشد. استفاده مشا از این دریا چرا به معنای سهم 50% هر کدام از دو کشور مطرح میکند، موضوعی که طی یک سال اخیر و حتی پیشتر از آن نیز توسط برخی عناصر داخلی و به ویژه ملیگرایان و سلطنت طلبان نیز مطرح شده بود. در ادامه سناریوی پیشین موضوع دیگری که در این برنامه مطرح می شود سهم 13% ایران از خزر در کنوانسیون اخیر است. این هم راجع به خزر، این رو میذاریم برای اونایی که از ما آگاه تر هستن. خیلی خوبه که کارشناسا آگاهان بیان صحبت کنن. من و شما حق داریم توی مهمونی بشینیم دو کلمه نظرمون رو بگیم، ولی حق نداریم بیان به عنوان کارشناس صحبت کنیم وقتی که کارشناس نیستیم. آقای خلوتی میگه که مسئله حقوق آبهای محصور یکی از مسائل فوق تخصصی حقوق بین الملل است. اظهار نظر جماعت به اصطلاح کارشناس مانند این است که بنده در خصوص یکی از شعب ناتو نانو تکنولوژی اظهار فضل کنم. حالا ممکنه شاید شما از نانو تکنولوژی اطلاعات بیشتر باشه تا این دوستان از دریای خزر. منظور من آقای فرزاد نیساری نیست، ولی چون دوستمون گفته بود آقا اینو برای آقای نیساری بفرست، فرستادم هم با آقای فرزاد نیساری فیسبوکشون، هم با آقای فرزاد نیساری دوستان، که من فلسفه اون صفحه رو که آقای فرزاد نیساری درست کرده به نام دوستان نمیدونم. شما میتونی مثل سوربی یه صفحه شخصی داشته باشی، سوربی یه صفحه‌ای داشته باشی برای بیزینست، حزبت، اینها، ولی اون رو حالا به صورت بیزینس یا به صورت پیج اگه داشته باشی unlimited people هم میتونن بیان روش. اشتباهی که این فیسبوک انجام داد و پروفایل یا اون صفحه شخصی رو محدود کرده به 5000 تا، و ما بعد از اینکه 12 تا صفحه باز کردیم تازه یاد گرفتیم که ای بابا چجوری میسیس و نمیدونم جی سی پنی و فلان اینها یا هنرپیشه ها میلیون ها نفر دارن. گفتن آهان اون هلویه، شما هلارم و شما انگور چی بود، با هلو اشتباه گرفتیم. بعد فهمیدیم اون پیجه. خب ظریف گفت اگر اروپا به تعهداتش عمل کند
به طور کامل به برجام برمیگردیم. چون میدونید اروپا هی میگن که درسته که ترامپ نادانی کرد بدون خوندن این برجام رفت بیرون، ولی ایران تا وایسا. ایران هم میگه آقا نمیشه که شما یه قراردادی رو که چند طرف داره به یه طرفش هی بگید که وایسا. ولی این بار ظریف گفته که اینجا هم نوشته 6 سال قبل، اگر اروپا به تعهداتش عمل کند به طور کامل به برجام برمیگردیم. من نمیدونم این لینک ها رو وقتی من نگه میدارم مثلا نوشته 2 ساعت قبل 6 ساعت قبل، بعدن که میام ساعتش عوض شده یا همون ساعت قبلی میمونه. توی این کارا من خیلی وارد نیستم. و اما این آقای محمد جواد ظریف هم به شما نشون بدیم که مثل که چشمشو عمل کرده، فکر کنم ایشون هم از لحاظ سنی و اینا اون کاتاراک یا آب آوردن چشم به اصطلاح موقعش بوده عمل کرده یا رفته لیسیک. و میدونید که جدیدن مثل قدیم نیست که شما وقتی چشمتون آب مروارید میآورد عمل که میکردن یه عینک ذره‌بینی مثل تای استکان بهتون میدادن، الان دو تا لنز کوچولو تو چشمتون میذارن، حقیقتا انگار شما دوباره جوان 30 ساله شدید و چشمتون میبینه. و متوجه شدید حتما که مدتی هست ایشون اون عینک ذره بینی رو بر چشم نداره، حالا یا لیسیک انجام داده یا آب مروارید چشمش رو. میگه محمد جواد ظریف در جریان سفر به سوئد در جلسه‌ای در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم که به صورت سایبری بود شرکت کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر اروپایی‌ها به تعهداتی که برای برجام به ایران داده اند عمل کنند، جمهوری اسلامی هم اقدامات اخیرش برای کاهش پایبندی به برجام را لغو می‌کند. آقای ظریف در یک سخنرانی و جلسه پرسش پاسخ در مورد مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم گفت حتی اگر آمریکا به توافق هسته‌ای برنگردد، ایران به شرط اجرای کامل تعهدات از طرف اروپا تنها ظرف چند ساعت و به وضعیت اولیه خود در برجام برمیگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 15 ماه پیش کشورش را از توافق جامع هسته‌ای ایران که در کنار روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان از امضا کنندگان آن بود خارج کرد. ایران بعد از یک سال اعلام کرد که در واکنش به این اقدام آمریکا و همینطور عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشان در زمینه روابط و تجارت با ایران، شروع به کاهش اجرای تعهدات خود در قبال برجام می‌کند. خب میگه که آقای ظریف به عنوان کارشناس اومده بود بی بی سی، به خط منصف میگفت خط منصف، آیا نمیدونم، بله به خط منصف میگفت خط منصف بله اون خط منصف اون چیزی بود که نصف میکرد دیگه، اصلا از اسمشم معلومه. ولی خب این اشکال فارسی هم بعد من بهتون میگم، طرف مجری و صاحب تلویزیون بود، ضرب و شتم رو میگفت مردم رو ضرب و شتم کردن، بعد بهش گفتیم بابا جون ضرب و شتم. این یکم اشکال فارسی از خود ما هم دیدید، وقتی میگم که ما میگیم گمان، اون میگه گمان، این میگه گمان، یا همین خیلی کلمات هست که چون ا ا او نداشتیم هر جایی هر محلی هر کلاسی معلمی چیزی گفته اون طرف اونو یاد گرفته و اونم اونو تکرار میکنه. کدومش درسته؟ هی باید یکی یکی کلماتو مراجعه کنی با فرهنگ لغات، حالا یا مال ده خدا باشه یا هر چی دیگه که دارید، اون وقت اونجا هم تازه باز چیز هست، به اصطلاح اختلاف نظر هست. خب آقای یوسفی میگه شاه‌اللهی ها علل خصوص رضا پهلوی هیچ حرفی در خصوص بحرین، آرارات، حق آب هیرمند نمیزنند. خب آقا شما هم اگه بودی نمیزدید. این معروفه، میگن کسایی که میرن کازینو وقتی میان بیرون هیچ کدومشون از باختشون صحبت نمی کنن. باز تو فارسی داریم میگه قمارباز اگه نگه به فلانم میترکه. باز داریم کسی که میره یه پولی برنده میشه وقتی میاد به این اون صحبت میکنه. اونایی که تو استاک مارکت هم بودن، چون استاک مارکت هم بیشباهت به کازینو نیست، وقتی که برنده میشدن مهمونی ها سرتو میبردن،
همچین که مارکت میومد پایین، مثل این ترامپ شارلاتان که الان مارکت آمده پایین خفه شده، ولی این خفه هم نمیشه، هی اینو اونو میاره و میگه که این ریسیشن یا رکود اقتصادی دروغی بیش نیست، در صورتی که رکود اقتصادی کارشو کرد و الان شما میبینید قیمت طلا وقتی میره بالا یعنی رکود اقتصادی شروع شده. مواظب باشید. خب کاکو، تو باید ملالمه زبان فارسی، آها میگه کاکو تو باید معلم زبان فارسی میشدی. خیلی ممنونی، خیلی کردیت و اعتبار بزرگیه که من همیشه گفتم این معلمای کلاس اول واقعا چه زحمتی کشیدن و چقدر ما قدرشون رو ندونستیم. یعنی چیزی رو که پدر و مادر ما نتونستن تو خونه ها یادمون بدن، این بنده خداها با حقوقی ناچیز، معلم کلاس اول که حقوقی نمیگرفت که، اینا یاد ما دادن و ما هر چی بلدیم از همون کلاس اول کلاس دوم است. خیلی ممنون دوستان عزیز. اون روز هم راجع به آقای فضائل عزیزان صحبت کردم، ایشون یکی از آدمای باهوش این اپوزیسیون هست که رفت دنبال کار و زندگی و درس و اینها و پیش خودش گفت آقا من به اندازه کافی، به سهم خودم، به اندازه هر جوونی به اصطلاح صدمه خوردم، زندگیمو به تعویق انداختم، ضررها دادم، ضرر خانوادگی و فلان اینها، حالا دیگه برم دنبال کار زندگی. ولی این عشق وطن یه دوستی اتفاق مینا خانم برای من نوشتون، نوشتون آقای صوفی شما روزی 100 بارم بیا بگو من ایران نمیرم، سهم ایرانم برای شما، ولی ما میدونیم شما وطن پرست. این فضائل عزیزان هم اینجوری. خیلی ممنون آقای عزیزان که اینجا هستی، از این ورا اگه اومدی بری با تیمرمن و نمیدونم مجلس و اینا تماس بگیری یه سری هم به ما بزن. من الان اومدم نزدیکتر شدم به واشنگتن، اگه اون موقع 22 دقیقه بود الان 15-16 دقیقه شده. اینم از خب. و اما راجع به وطن و هموطن و اینها، هیچ وقت شما فکر کردین این کلمه هموطن یعنی چی؟ آیا منظورشون همین خاکه که بعضی هم حالا دیگه میرن ایران، میره از تو کوچهشون یک قطعه کبریت خاک میاره و اینها؟ آقا خاک که همه جا هست، اینجا خاک تمیز بردار، اگه میخوای خاکی برسر کنی خاک اینجا تمیزتر. پس خاک نیست این هموطن، اون افرادی هستن که همزبان شما هستن، همفرهنگ شما هستن، اونجا شما احساس راحتی میکنی. به همین خاطر این عشقت به وطن، الان یکی از دوستان من گفت آقا ترکیه همه ایرانی ها میگن بریم اونجا یه آپارتمانی بخریم خیلی ارزونه، گفتم من نمیرم. گفت چرا؟ گفتم زبان ترکی بلد نیستم. اونایی اونجا راحتن که زبان ترکی میدونن. گفت نه آقا، یه شهرهایی مثل ازمیر و اینا 80%شون اروپایی هستن. گفتم من اینا میخوام برم اروپا زندگی کنم، من میخوام برم ترکیه زندگی کنم، پس باید زبان ترکی رو بدونم تا با اونا بتونم ارتباط برقرار کنم. و خوشبختانه این کار انجام دادم. آلمان که بودم همون اوائل رفتیم کلاس آلمانی، دو کلمه بلد شدیم. اونایی که 17 سال آلمان بودن میومدن به من پول میدادن، میدونن اونا دولمیچر یعنی چی. بچه هایی که آلمانی خوندن دولمیچر یعنی مترجم، ترنسلیتر. و منی که مثلا 9 ماه بود اونجا بودم، یه سال اونجا بودم، میرفتم آقا رو برمیداشتیم میرفتیم نمیدونم پرونده پلیس بود، پرونده سوسیال بود، پلان اینا، اون اینجوری میگه ما براش آلمانی صحبت میکردیم. یه مدتی هم با دوستانی که توی چیز هستن میرفتیم برای پناهنده ها، اینایی که میخواستن پناهندگی پر کنن به فارسی میگفتن، ما به آلمانی براشون ترجمه میکردیم. که براتون گفتم مثلا یه آقایی بود آمده بود همه چی هم آورده بود، از نمیدونم سبزی خوش تا انگشتر و طلا و اینا، بعد میگم داشت دربی به این خانم بگو ما گلوشن توی زندانی، توی زندان پر مگس بود، ما با این روزنامه ها باید هی مگس میکشتیم. گفتم به به به، عجب زندانی بوده که به شما روزنامه میدادن، بعد بزرگترین موزل تو این بوده که مگس بوده. آقا تو ایران همه جا مگس بود، این چه حرفی شما میزنی؟ و بعض وقتا با وجودی که قسم خورده بودیم که هرچی این میگه باید بگیم، یه جایی به اون طرف میگفتیم وایسا، به اون میگفتیم آقا اینو نگو، اینو بگی خیلی خوب نیست، مطمئنی؟ بعد میگم نه عوضش کن، بعد میگفتیم این تصمیم گرفته این حرف رو. بله میگه که خانم جیلانی میگه من زبان ترکی هم بلدم ولی حاضر نیستم ترکیه زندگی کنم. ترکیه ظاهر خوبی داره ولی وارد لایه دوم که میشوی همان جهان سوم است. آفرین آفرین. من هر جا میرم
حالا اینجا ماشینم داشتم، برو تو کوچه پس کوچه ها، برو دو تا، من کنکول که میرم نمیرم اونجایی که اینجاش مکدونالد اینجاش هتل فلان، بلند میشم با اتوبوس های خودشون با تاکسی خودشون میرم اونجایی که مثلا میدون گاو بازیش بود، اونجایی کنار خیابون داره خوراک درست میکنه میفروشه، پر مگس و پشه و گاهی وقتی هم میخوریم میگیم این برای سیستم مسئولیت پیدا کنیم خوبه. اون وقت شما اونجا جامعه حقیقی اون کشور اون شهر رو میبینی. و ترکیه اینجوریه. یکی از دوستانمون دیروز میگه آقا من بلندشم برم ترکیه، ترکیه که اینقدر داره تبلیغ میکنه که آقا اینجا آرومه بلندشین بیان، ولی تو خیابوناش راه برید ببینید ماشینای پلیس چجوری سنگر ساخته تو خیابون. آقا خیابون استقلال مثل خیابون لاله‌زاره تو استانبول، ولی شما برو ببین ماشین پلیس، اداره پلیس، یکی این وره یکی اون وره، بعد این پلیسای اسلحه به دست همینجوری دارن راه میرن، نه اسلحه هفت تیر به کمرش، اسلحه اتوماتیک رایفل یعنی AK-47 حالا یا کلیشنکوف یا میدونم اسمش چیه، میدونی که این اسم کسی بوده که ساختتش، یا میدونم AR-15 یا فلان اینها اونا هستن. بله میگی که خسرو شکیبایی هلک رفته بود سانفرانسیسکو برای بیروز وسوق، به کیسه جاینکی خاک ایران سوغات برده بود، از همون وقت مد شد. نه قبل از این آقای خسرو شکیبایی اصلا ما اتفاقا فامیلاشو من باشون مصاحبه کردم. ببین سال 2001 برو بنویس حسن و امیر دو چرخ سواری که رکاب زدن برای صلح جهانی. اینا وقتی آمدن یادم رفتیم خونه آقای مهدی تبریزی و اونجا اون موقع هم یه تیمساری بود، تیمسار موقری بهش میگفتن پدر، و این همه میگفتن با وجود که این تو رژیم شاه خدمت کرده و طرفدار پادشاهی ولی آدم معقولیه. بابا همه طرفدار پادشاهی آدم های بیست سر و پیکر و اینا نیستن، چهار تاشون هم دوتا مغز دارن، یعنی یکم مغز دارن. و این من یادمه اونجا حتی این حالا شما بنویس خسرو شکیبایی چه سالی اومده اینجا، ولی اونا سال 2001 این توی قطعی های مثل مال کبریت کوچولو، مثل مال جواهر که اینجوری انگشتر توشه، خاک ایران رو دادن به آقای موقری. بله میگه که آقا این شهرام و همایون کار شما آمریکا نشین ها رو راحت کرده، آب میفروشه، خاک میفروشه، باد ایران میفروشه. یادمه یه فیلمی رو اون مهدی مدیری مهران مدیری درست کرده بود که البته با وجود اختلافاتی که ما با آقای شهرام و همایون داریم، ولی اونجا من گفتم آقای مهران مدیری شما زندگی رو اینجور نگاه نکن که ایام به کام شماست. اون وقتا میگفتن چوب این دنیا هر چند روزی روی دوش یه نفره، البته بعضی وقتا هم این چوبه میره فلان یه نفر، و منتظر باش که این چوب دنیا که الان شما داری باهاش اینو اونو میزنی و پول در میاری یه روزی تو آسینت نره، فلان جاد نره، چون اونها به خاطر نوکر صفتی برای چیز به اینا حمله کردن. و فیلمی ساخته بود برید ببینید، بنویسید مهران مدیری درباره شهرام و همایون، که بعدم شهرام و همایون گفت نه دیگه تو این فیلم به من توهین شده و من میرم، مثلا میخواست یه دو ماهی بره دوباره وکیشن کازینو یه زن جدید بگیره، رفت باز دوباره برگشت اومد. در صورت ممنون و متشکرم. میگه که ساعت 9 شب به بعد پلیس ها گوشبری میکنن. دوستان این ترکیه هستا، ساعت 9 شب به بعد خانم جیلانی میگه پلیس ها گوشبری میکنن، یعنی حالا چه خلاف کرده باشی چه نکرده باشی به جایی که بگیرت تیکتت بده میگیره. و یادتونه شما در زمان شاه اینایی که میرفتن اروپا ماشین میآوردن از ایران جوراب استارلایت و سیگار وینستون و اینها با خودشون میبردن، میگفتن وقتی برمیگردین از چه کشورهایی میمدن، یه دو تا کشورش که این سیگارا رو میدادن که با دخترای با خانمای به اصطلاح فاحشه اونجا هم بستر بشن. یه جایی این سیگار و اون جوراب استارلایت و اینا رو میدادن به پلیس و این چیزا که از دست اونها به اصطلاح باج کمتر بدن، یعنی طرف باج میخرید با خودش میبرد. خیلی ممنون از دوستانی که با ما بودن. ساعت 3:10 است، 70 دقیقه من با شما بودم، 60 دقیقه 10 دقیقه 70 دقیقه 20 دقیقه دیگه با شما خواهم بود که این 90 دقیقه با سربی به اصطلاح تا
تموم بشه و شما هم میتونید اگر مایل هستید در برنامه های آینده مهمان ما باشید و شرکت کنید و نظرات خودتون رو بگید. این هم از این و بریم سراغ بعدی. یه خانمی یادتونه به نام فامیلیشون ناخداست، میگه ناخدا مدال افتخاری پاریس را به دلیل خشونت فرانسه علیه پناهجویان رد کرد. آفرین پایسه. میگه این کاپیتان کشتی پس اون بوکسوره نبود. بذارید ببینم چیه ناخدا. اینو من براتون بیارم یک لحظه. ضمناً دوستان اون ناخدای یا کاپیتان کشتی جنگی که رفته توی چیز، گویا پدرش ایرانی بوده که بهش میگن کاپیتان هک، حکیمزاده یا هم چیزی. من این مقاله رو از اینجا براتون میخونم. من اینو اشتباه گرفتم با اون خانمی که بوکسور بود و اینها. حالا ببینیم مقاله چی میگه. میگه که پیا کلون یکی از کاپیتان‌های آلمانی کشتی واچ تری یکی از نادر کشتی‌های ناجی پناهجویان در دریای مدیترانه، مدال افتخار شهرداری پاریس را رد کرد. پس این ناخدا شغلشه. من فکر کردم فامیلیشه و یه ایرانی این کاری کرده. میگه شهرداری پاریس ماه ژوئیه گذشته، بذارید من اینو عکس ایشون رو به عنوان تشکر ازشون نشون بدیم. این کارو کی کرد دوستان؟ این کارو محمد علی کلی کرد وقتی که به اصطلاح اون مدالش رو انداخت توی رودخانه و گفت که من نمیخوام قهرمان این کشور باشم که هنوز به اصطلاح نژاد پرستی و هنوز سیاه پوست و سپید پوست داخلش هست. نوشته شهرداری پاریس ماه ژوئیه گذشته دو کاپیتان زن کشتی واچ تری کارولا لاکته و پیا کلمب را به دلیل شاید من الان اسمش رو اشتباه بگم، باز بندازیم تقصیر سر اون ایرانی فارسی، به دلیل تلاش‌های فراوان برای نجات پناهجویان سردرگم در آب‌های مدیترانه شایسته دریافت مدال افتخار پایتخت فرانسه دانسته بود. این خانم پیا کلام در پاسخ به آن هیدالگو یک شنبه گذشته به اینا را، حالا اونایی که فرانسه هستن میخندن از ما که چجوری میخونیم اینا، به شهردار پاریس نوشت شما برای اینکه من در دریای مدیترانه به پناهجویان کمک کردم این جانب را شایسته دریافت مدال افتخار دانسته اید، در حالی که همزمان پلیس فرانسه در خیابانهای شهر پاریس و دیگر شهرها خواب و خوراک را از پناهجویان رو بوده است و کیسه خواب و پتوها را نیز از آنها می گیرد. همزمان پلیس در همکاری با شما فعالان حقوق پناهجویان در شهر پاریس را شدیداً سرکوب می کند. شما می خواهید مدالی به من بدهید که خودتان در شهری که شهردارش هستید کاملاً برخلاف آن حرکت می کنید و شدیدترین سرکوب ها را علیه پناهجویان روا می دارید. پس تعجب نکنید اگر مدال افتخار شهرتان را قبول نمی کنم. بله دوستان، ببینید اینایی که هنرپیشه هستن، اینایی که هنرمند هستن، اون خواننده آرژانتینی ایوا پرون بود، کی بود، اینا صداشون از من و شما قوی تره، نه که گردنش کلوفتره صداش چیز تره، اینا مردم بیشتری بهشون گوش میکنن. اینه که یه حرکتایی رو شما میبینی وقتی مثلا مبارزه با سرطان، مبارزه با ایدز هست، اینا میرن به یه هنرپیشه‌ای، به یه کسی که پابلیک فیگر هست، میگن شما بیا تو مجلس صحبت کن که تأثیر بیشتری داشته باشه. آفرین بر این خانم. ضمناً همینجا میخوام از به اصطلاح خانم جیلانی، آخ راست میگه روی یوتیوب رو خط نبودی، ممنونم که گفتی، اونجا رو روشن کردم، خیلی ممنون. خب ببین یه نمره منفی برای شما نوشتم سعید، شما کارتو انجام ندادی. حالا بنده خدا میگه آقا انگار من استخدام کردی یا به من حقوق داده بودی که این کار انجام بدم. خب میگه که خانم جیلانی، من وقتی فرانسه بودم چند سال پیش، 3-4 سال شد الان، اونجا کنار فروشگاه‌های خوب، اون فروشگاه چیه به جایی که بری نمیدونم برج ایفل مجانی میری طبقه ششمش همه شهر رو میبینی،
اونجا که داری میری شما میبینی حالا چه این کولیایی که مال کشورهای دیگه اومدن، بعد میای اون لب رودخونه، همون رودخونه سن هست اونجا نه فرانسه، آخه هم انگلستان داره رودخونه، همون نمیدونم حالا اسمشو یادم، میای اونجا میبینی که این پناهجویا افغانیا اینا همه تو چیز دارن میخوابن، بعد پلیس هم میاد اذیتشون میکنه، یعنی پلیس هم بهش گفتن آقا این قانونه، این نمیتونه، اون جمع میکنه، اون پخش میکنه بمانه. شما به عنوان یه شهروند فرانسوی که داری اونجا مالیات میدی، شما به عنوان یک به اصطلاح فرانسوی ایرانی تبار نظرتون چیه؟ پلیس یا دولت چجوری میتونه این موزل رو برطرف کنه و آیا اینها دارن کوتاهی میکنن که اینا زندگیشون وضعشون اینجوریه؟ ولی من دیدم مثلا آقای با 5 تا بچه یه دونه مترس دوشک انداختن اونجا، شب شما مثلا میای از چی میگن خیابونا، میدونه اونجا تا صبح ملت راه میرن، میای میبینی اینا همجور کنار خیابون خوابیدن. البته اون موقع هوا خوب بود، اون موقع آدم فکر میکنه تو زمستون تو برف تو بارون این بنده خداها کجا میرن چه کار میکنه. میگه که کلاشینکوف که هموطنان به اشتباه کلاشینکوف میگن، کلاش نیکوف، آها این اسم بوده، نشون میده اصلا توی ویدیوهای مال چیز که اون یا ارتشی بوده یا هر کی اینو ساخته. نگران اینا نباش، اینجا آرنولد شوارتزنگر رو هم آمریکایی‌ها میگن آرنولد شوارتزنگر، یعنی نگر این به فوشه به سیاه‌پوستا، که همین خود آرنولد هم که مال اتریش هست یه دفعه به شوخی گفت من و برادرام، منظورش سیاه‌پوستا بود. اینم از میگه که پارسی‌ها میخواستن بهش مدال بدهن تا توی دهنی به وزیر کشور ایتالیا، آها پاریسی ها میخواستن بهش مدال بدن تا توی دهنی به وزیر کشور ایتالیا بر علیه اقدامش بزنن، که خب حالا اینم چیز منفی داشت، بکفایر داشت، و اونم گفته آقا تو به من مدال میدی و خودت تو شهر پناهجویان اینجوری اذیت میکنی. اخیراً وضع پناهجویان ایرانی در یونان خیلی بدتر شده و تعداد زیادی در آنجا بلا تکلیف و بدون امکانات و در سختی به سر میبرند. خب اینم واقعا دنیا رسیده به یه جایی که از این ور خوراک میریزن تو دریا که قیمت خوراک رو بالا نگه دارن، از اون ور اون ور لاشخوره نشسته که این بچه بمیره بیاد بخورتش، یعنی از این ور طرف اینقدر پول داره که نمیدونه چی کار کنه، از اون ور اون یکی میان خونهشو میگیرن میبرن، خودشو زنه بچهش هوملس میشن، تو ماشین میخوابن، بعد یه مدتی ماشینشون هم ازشون میگیرن یا ماشین خراب میشه بالاخره اینا کنار خیابون. یه فیلمی هست مال لس آنجلس دوستان، این شهر فرشتندگان، شهر فرشتگان، بنویس سعید جان تو که الان اینجا هستی اون لینک رو بذار تا دوستان ببینن که هوملسنس این ال ای، همینجا که ما هستیم در واشنگتن، شما 2 تا بلاک بیا این ورتر، خیابونی که میخواد بیاد به طرف ویرجینیا زیر پل برو ببین چقدر هوملس بی خانمان اونجا هستن. حالا یه سری ها میگن اینا معتادن الکلی هستن، حتی اگه حرف شما رو قبول کنیم که اینا معتاد الکلی هستن، مگه ما نمیگیم آدم معتاد آدم الکلی اینا به اصطلاح چیز همین جامعه هستن، اینا مریضایی هستن که باید این جامعه بهبودشون ببخشه و ببره درمان و بهداری و فلان اینها. خب اونم باز اشکال داره. حالا در رابطه با این معتاد و اینها شد، یه عکسی رو یکی از دوستان برای من فرستاده، اینو به شما نشون میدم. ایران خمینی، من نمیدونم این دوتا رو، چون این روزا میگم توی اینترنت اینقدر چیزای ضد و نقیض مینویسن، مثلا مینویسه که گاندی گفت نمیدونم رنگ سفید سفید است، رنگ سیاه سیاه است، کوروش طبیعی، بعد اسمای اینجوری میذارن که اون حرف رو به اصطلاح بیشتر به من و شما غالب کنه. اینجا نوشته این بالا، تعجب میکنم که این دولت، منظورش دولت شاه، چگونه فکر میکنند در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. بعد نوشته کتاب ولایت فقیه خمینی نجف سال 1355. من فکر کنم این صفحه شه. حالا اینم یه روش دیگه‌ای شده که
مستند میکنن به یه چیزی که گاهی وقتی هم من و شما میگیم آقا اینا دیگه تو کتاب نوشته، بعد دفعه دیگه تو مهمونی ها ما میگیم آقا نوشته بود، بعد طرف فکر کنه ما خودمونم دیده بودیم. من ندیدم، نخوندم اصلا این کتابو و نمیدونم. ولی پایینش جالبه، نوشته اینهایی که مواد مخدر میفروشن شرعاً مستوجب اعدامن و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند، هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. خمینی 30 اردیبهشت 1359. این ببینید، این درست خمینی، شاه، این شارلاتان ترامپ، اینا آدم های دیکتاتور چون دروغگو هستن بعدن خودشون رو به اصطلاح نفی میکنن، ضد و نقیض حرف میزنن. ترامپ ببینید الان چند هفته میگه من پدر چینا رو در میارم، شما پول نمیدید، چینا میده، مثل همون دیوار مکزیکو میسازم پولشو میگیرم. بعدن گفت حالا پول ندن، بعد گفت حالا بیا شما پول بده. اینم همینه، شاه میاد یه جایی میگه که فقط دیکتاتورها هستن که تک حزبی رو میندازن، بعد خودش حزب رفتابیخ رو میندازه. خمینی قبل از حکومت میگه این شاه که داره معتادار به اصطلاح مواد فروشا رو اعدام میکنه این کار غیر اسلامی و غیر انسانیه، خودش سال 1359 میگه که این کار هم از لحاظ شرعی درسته هم از لحاظ چه باید کرد، باید بیشتر آگاه بشیم تا تشخیص بدیم این چیزایی رو که ضد نقیزه. خیلی خوشحالم که آقای نیساری اینجا هستن. آقای نیساری، ما امروز هم یه مقاله برای شما فرستادم در دو تا صفحتون، هم در برنامه نشون دادم و گفتم شاید این به اصطلاح بهانه خوبی باشه تا شما در برنامه آینده بتونید در موردش صحبت کنید. اون دوستمون نوشته بود به نظر میاد آقای فرزاد نیساری در چاله یا چاه بی بی سی خواسته یا نخواسته، کسی که خواسته نمیره تو چاه و چاله، افتاده. و اما یادتونه اون روز من گفتم که این دولت جدید به اصطلاح آمده گفته که بله در دولت‌های قدیمی افرادی رو می‌گرفتن و اینا رو مجبور می‌کردن اعتراف کنن و به جرمای بزرگ. مثلا این آقا اومده گفته که یکی از دانشمندای ایرانی مال اتم و اینها رو کشته و منفجر کرده ماشینش اینا، بعد حالا که اومده از زندان بیرون میگه آقا من اصلا همچین چیزی نگفتم. بذارید من این عکسشو بهتون نشون بدم، صدا رو ببندم. بله اینم روشن کنیم و یک کمی اسکیپ اد. اینجا این آقای فانی که فکر کنم اهالی لار و اینها هم باشه، چون ما یه چند تا فانی هم کلاس داشتیم. بله میدونم الان سعید داره میخنده، میگه این سوربی یا مردم هم کلاسش بودن یا هم شهریش بودن. آقا چه اشکالی داره من همه رو هم کلاسی بدونم هم شهری بدونم؟ این آقا آمده از زجر، از شکنجه ها و از اعترافاتی که انجام شده صحبت میکنه. بعد جالب اینجاست که دولت ایران میگه که بله ما از همچین چیزهای خبر داریم ولی تو دولت ما انجام نشده. گفتم خب دیگه بهتر برو اونا رو بگیر بیار و بگو همین قدری که اینو شکنجه کردین، حالا اگر تا نمیخوان شکنجهش کنین به همین اندازه باید زندان باشین، چنین و چنان و الی آخر. گفتگوی اختصاصی با مازیار ابراهیمی توی برنامه به عبارت دیگر یا به عبارتی دیگر میگه در مورد مواد مخدر خمینی واقعا دروغ گفت، از اعدام قاچاقچیان در زمان شاه اعتراض میکرده ولی بعد انقلاب خودش همین کارها رو کرد. خب به اینا میگن آدم های هیپوکراتیکی، هم چیزی، کسایی که یه چی میگن یه چیز دیگه بعدم میگن. همون شعر حافظ که میگه که واعظان کین جلوه در یا بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اینا هستن، یه چیزی اینجا میگه یه چیز دیگه عمل میکنه، اونجا یه چیزی میگه میاد یه چیز دیگه عمل میکنه. و اما بهتون گفتم که امروز 30 مرداد و گفتم 30 مرداد هم یه اتفاق افتاده و این دوستان ما چون 40 سال از زندگی عقبن، از اخبار عقبن، سالگرد قیام 30 تیر رو امروز برای من فرستاده و بله میگه بله سوربی این آقای مانی، بابا مانی که نگفتم، گفتم چی اسمش، یه چیز دیگه فانی تو نوشتی مانی، از همون مانی های اطراف فلکه جهرم هستن. جدی میگی حالا یا شوخی میکنی؟
شایدم فانی ها آخوند فانی هم داشتیم، آیت الله فانی، سالگرد قیام سیوم تیر که از تاریخش گذشته فایده نداره. و اما ایران محور نشست سران گروه هفت، آخرین فرصت برای نجات برجام فرا رسیده است. ببینیم این گروه هفت کی هستن و چه خواهند کرد، چجوری این دست انداخته گردن این، یعنی چجوری دست گذاشته روی شونه این رئیس جمهور فرانسه، کسی که تا قبل از اینکه انتخاب بشه این دنبال فکر کنم یه زن بود میخواست انتخاب بشه و به اونم میگفتن اونم ترامپ پاریس میشه، ترامپ فرانسه میشه. بعد که این مرد اینجوری شد آورد اینجا و آبروشم برد، بعد گفت من انقدر با این دوستم که الان روی کوتش خطک سرش هست، بیا با هم پاک کنیم. سرنوشت برجام، امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، جنگ سوریه و بحران یمن مسائلی هستند که ایران را به یکی از محورهای گفتگوی سران گروه هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان در جنوب غربی فرانسه تبدیل کرده است، نشته بدل کرده است. تنها 16 روز دیگر تا پایان مهلت 60 روزه دوم ایران برای ایفای تعهدات مورد نظرش توسط اروپا در چارچوب برجام باقی مونده است. این فرصت در پایان نشست آتی سران گروه هفت در فرانسه که تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت به 10 روز میرسد. بله، میگه که نه سوربی جان، من در چاله بی بی سی که ارباب جمهوری اسلامی باشه هرگز گیر نیفتادم، نخواهم بود. با سپاس از فرستادن مطلب، آنچه را فرستادید خواندم، بررسی کردم، اما بر اساس قراردادهای گذشته و کنونی در صد در سهم 50% ایران شکی ندارم. من با دو نفر دیگه هم صحبت کردم آقای نیساری، هیچ وقت ایران سهم 50% نداشته عزیز برادر. شما اگر قراردادی هست، نوشته ای هست، لطف کنید بفرستین تا ما هم در تلویزیون نشون بدیم. میگه مانی رفته محصول کدو و گوجه حیاتشون رو بچینه. مانی خورسندی رو میگی. خب این از این. و اما دوستان اجازه بدید من در آخر برنامه امروز یه شعری رو از سهراب سپهری براتون بخونم. میدونید من تو خوندن شعر اصلا خوب نیستم هیچ، همیشه هم گفتم که مخصوصا اگر کسی زنده باشه من خجالت میکشم اصلا شعرشو بخونم چون خراب میکنه آدم، ولی سهراب سپهری چون فوت شده و اینها ما هم حالا اجازه میدیم که به خودمون این اجازه رو بدیم که شعرشو بخونیم چون شعر قشنگیه. امیدوارم که شما این رو هم مثل من دوست داشته باشید. زیباترین قسم سهراب سپهری اینه، میگه به حباب، اینایی که دل سرد هستن، اینایی که آزرده هستن، اینایی که فکر میکنن دیگه چیزی نیست و فردایی نیست و اینها، به خاطر ترامپ شارلاتان، به خاطر جمهوری اسلامی ناخلف و جنایتکار، به خاطر این، به خاطر اون، میگه به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، میتونیم هم بگیم لحظه شادی که گذشت، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم میگذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ما. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم. اینم از این. یه دوستی یه دفعه من یه شعر رو آخر برنامه خوندم، گو آقای سوربی شما همه کارت برعکس دیگرانه. گفتیم چه کار؟ گو آقا اونا میان حالا شروع برنامه یه ساعت نق نق موزیکی یه کسی رو میزنن که ما 40 سال 50 سال داریم گوش میکنیم، بعدم برنامه شون اینجوری و اونجوری، ولی شما میای یه شعری رو آخر برنامه میگی که ما بتونیم با اون شعر حال کنیم. حالا دیگه من حرف نمیزنم، شما برین با این شعر حال کنید. ساعت 3:29 است. میگه اون آخوند فانی نبود و فالی بود، خانه اش هم سر کل موشی بود. دوستان اگه یه روز دائرة المعارف
دفتر راهنمای شیراز استان فارس رو خواستین، یکیش این آقای اکبر اکبریه، یکیش اون مجید خوشنودی. یعنی حتی من اون روز که راجع به هوشنگ یسمه بلیت بخت‌آزمایی عرب فروشی سر چهارراه سینما سعدی صحبت کردم، ایشون اونو میشناسه. راجع به قاسم سوربی، راجع به فروشگاه خرازی توکل، راجع به بگید اون خیاط آقای افشار صحبت کردن، این همه رو میشناسه. حالا نمیدونم این از روز اولی که به دنیا آمده مأموریت پیدا کرده دنبال من باشه، مأمور مخفی باشه یا همزاد منه. هر جا هستی همزاد یا مأمور مخفی خوب و خوش باشید. و ایشون میگه اون آخوند فانی نبود، همه فانی هستن، چیزی که از خودشون خبر ندارن. حالا اون اگه فعالی هم بوده یادم میاد یه فامیل اینجوری بود. دوستان از این که با تلویزیون مردم بودین ممنون و تشکرم. لطفاً به قول سعید در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، حمایت 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 که این میشه سه حرف، فراموش نکنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. یک بار دیگه از اون دوستی که به اتفاق همسرشون لطف کردن و این پیرهن مارکش هم یادم رفت ناتیکا و این کراوات رو فرستادن تشکر میکنم. باز بیشتر ممنونم که دوتا لباس دیگه هم فرستادن، بیشتر ممنون که تلویزیون مردم رو حمایت کردن و حمایت قابل توجهی. روز روزگارتون خوش. امروز چهارشنبه است، جمعه با شما خواهیم بود، ساعت 4 بعد از ظهر جمعه با آقای حسن ارشاد خواهیم بود، به احتمال 50% با آقای امیر حسین لادن هم خواهیم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، برنامه مستقل خودتون، یا اینکه به صورت مهمان در برنامه ما باشید. روز روزگارتون خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی که با ما همراه و همگام بودید.